بینمایی؟ وای آخ جون، یکی از پرسرعت‌ترین آسانسورهای دنیاست. به خاطر آلودگی مقداری همه چی واضح نیست. تازه کاسه دومه. بح 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 بح. سلام بچه ها. سلام. بچه ها ساعت نزدیک 7 صبح. ما داریم میریم کجا؟ ما داریم یه صبحانه تو. آه صدا شد نمیاد، من باید فکرام تکرار کنم بعضی چیزا رو. داریم میریم صبحانه برج میلاد و صبحانه بوفش به قسمت گردانش. بله توی ترکیه که بودیم صبحانه مختلف رو بهتون نشون دادیم، از سرمه که خب دیگه الان نزدیک 200 لیره و بشقاب صبحانه ها که تقریبا 70 تا 120 لیره و یه دونه هم صبحانه بوفه رفتیم که خب البته خیلی محدود بود که 44.5 لیر بود، البته میکنم الان دیگه شده باشه 60 لیر. ولی آره قبل از این گفتم چک بکنیم که با ایران بدونیم نسبتا چطوره. الان صبحانه برج میلاد رو زده 170 تومن نفری، دوتامون 340. به نظرمون خیلی ارزونه، یکم عجیب ارزونه تا از اون آسانسوره استفاده کنیم بالا بریم و بعدم حالا دور شهر بگردیم. آره 360 درجه دور شهر هم بگردیم، به نظرم میاد که خیلی ارزونه. حالا البته به کیفیت چیزایی هم که میذارن اونجا بستگی داره، ولی خب بالاخره باید بریم ببینیم چطوره. ولی از نظر قیمت به نظرمون خیلی پایینه. حالا بریم ببینیم چه جوریه. بریم بچه ها. اینم برج میلاد، اینم مینا خانوم. سرد شد. آره خیلی سرده. بعد بچه ها یه چیز جالب، فکر کنم هیچکی نیست که ساعت مثلا میگن اینجا 7:30 صبح باز میکنه بخوان سر 7:30 اینجا باشن. آره ما هر بار میریم توی صبحونه بوفه یا اولی نفر میریم تو هتل هم که میریم، مثلا مسافرت میریم هتل میریم اولی نفریم که مثلا بریم صبحونه بخوریم، چون تو خونه عادت داریم زود بخوریم. بعد مثلا میریم هنوز صبحونه آماده نیست، مجبوریم دور هتل همجوری گه بریم تو هتل رو بگردیم تا صبحونه رو آماده کنه. به شیکم بودنمونی که ربطی نداره. نه به این که خیلی آن تایمیم، همه چیمون سر وقت ربط داره. بله آقا بریم از این پله. آره آره از این پله برقی بچه بریم بالا، دو تا پله برقی رو بریم بالا برسیم به ساختمون اصلی، اونجا هم از اون آسانسور خفنه استفاده کنیم بریم بالا. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. خب بچه ها این هم ساختمون اصلی، یکم بریم تا بالای برج بگیریم. یا خدا کمره تمام بر خم شد، خمر منو خم کرده، خمر منو خم کرده. بچه ها اینجا هم که دیگه آشنا هستین برای هنوز تفریحات، هنوز صبح را نه آره را نه انداختن، ولی میان یه سری توپا رو توش میذارن بعد بچه رو میندازن توش هی دور بزنه دلشنه. آره خودش قل میخوره بیشتر. آره. بعد اینجا معلومه که قراره برای عید یه حرکتایی بکنن. تو اون چیزام معمولا برای عید یا مراسمای مختلف میان غرفا میزنن. آره بازارچه محلی میزنن. خیلی جای باحالیه. یعنی ما چند باری که عیدا اومدیم بهمون خیلی اینجا خوش گذشته. عیدش کلا خیلی برج میلاد عیدش خیلی بهتر از وقتای دیگه هستش. ما چند وقت پیش اومدیم همینجوری فود کورتش غذا بخوریم، مثلا فود کورتش هم حتی چیز خاصی نداشتش و خیلی هم سوت و کور بود، ولی خب اون برای من هم زیپلاین نداره. چیزای تفریحی زیاد داره ولی خب رستوران شاندیز هم اینجا زده. خب. شاندیز بی آی پی. ولی فعلا صبحونه، سخن صبحونه از همه چی خوشتر است. آقا ما بریم وارد چیم و بریم سوار آسانسور شیم. بچه ها رضا رفته حالا بلیت اینو پرداختی و ایناشو بکنه، بعد از قبلم یه روز قبلش هم باید رزرو کرد. الان ملت هم وایستادن اینا همه رزرو کردن، بعد فقط هم پنجشنبه جمعه و روزای تعطیل. بریم ببینیم چه جوریه. بریم سوار آسانسور شیم. ببین اینجا چقدر تو چشمی لرزش زیاده. آره اینجا یکی از پرسرعت‌ترین آسانسورهای دنیاست. من فکر کنم ما یه بار دیگه هم اومدیم، فکر کنم 22 ثانیه طول میکشید تا رسیدیم بالا، حالا دقیق یادم نیست. الان میبینیم. سلام.
30 ثانیه بیشتر شد. من از اون دوربین نگاه کردم نزدیک 50 ثانیه شد. باور کن چه مردی؟ چه مردن تو درست داری یا ثانیه شمار؟ من درست یا نه؟ فکر کنم از بهمون جا بدن فکر کنم سلام دو نفر هستی؟ آخری میخوای بشینی؟ اولش میخوام یکم چیز باشیم جلو هفتین باشیم هفتینی خوشگلی هم دوستن البته این خوشگلی عوض میشه بچه ها اینم ما در سفره هفتی در نیست کنار سفره بچه ها گفتن هنوز بوفه باز نشده بنابراین فعلا باید بشینی مینا خانم بشین ببین بچه اینجوریه دو تا بشقاب برامون گذاشتن فکر میکنم ارتفاعش حدود 300 متر از سطح زمین و خب توی یک ساعت 360 درجه تهران رو فکر میکنم یک ساعت یا سه ساعت؟ یه جا نوشته بود یک ساعت بعد بچه ببینین چه جوریه ارتفاعمون رو الان نگاه کنین از آلودگی هم یه مقداری عذرخواهی میکنیم به خاطر آلودگی یه مقداری همه چی واضح نیست ولی اینطوریه ای بچه ها پای من داره میره بچه اینجا نگاه کنین الان نشون بدم بچه چون این ثابته بچه ها مینار نگاه کنین پام داره میره آره پای چپ مینا داره حرکت این میکنه این پای راسته نه پای راستت ثابته پای چپت داره میره عزیزم پای چپت پای راستت که رو چوب ثابته بچه زیرمون این قرمزه داره حرکت میکنه سرعتش خیلی کمه و با یه سرعت خیلی میلو قراره بچرخ میکنم فکر کنم بچه همون سه ساعت میشه فکر کنم یکی نوشته بود یه ساعت بچه ولی استرس گرفتم الان نگاه کنید اونجا رو اگه ببینید متوجه میشین این عمودیه رو میبینی؟ آره داره همینجوری فیلم هم مشخصه بله بله آخه داره این صندلیه میره دیگه اون فاصله داره بیشتر میشه بچه ها متوجه میشن آره. سرمون گیج نره بریم بشینیم بچه ها از همین ورودی که میایم از همین بغل شروع میشه اول چی داره؟ آب میوه نوشیدنی هاش احتمالا آب آلو بلو. و پرتقال و آناناس بله و لیوان های مختلف بچه ها یکم شلوغ ها اولش همه اومدن بکشن این دستگاهی اسپرسو شکلات هم داره؟ آره هات چاکلت و اینا هم داره ما یه دور بچه ها اینجا رو بهتون نشون بدیم بعد میکشیم چایی و دمیش و تا اینجا که نسبتا کامل بود مینا فکر کنم چرخشش از اون بره ببینیم این انواع نون و کروسانش خب اینجا که باید باز کرد و یکی یکی باز کن بچه ها ببینیم یکی فهم مدل املته نه؟ یه جور املت کوکو این هم یه مدل دیگه سوسیس به به این چی بود؟ سوسیس تخم مرغ سوسیس تخم مرغ مخصوص همین حیایی آره جامون به
املت انتخابی. اینا رو هم یکی یکی باز کن ببینید. این لوبیای این سوپ سینی. عوض کرده بودیم شدید. رضا یه چیزی. چی؟ علی؟ اینا مدل کدو حلوایی هست. نمیدونم. یه حلیم دیگه. کشکه بادون جون. وای آخ جون. عشق تو چشه مینا بچه جام شد. عدسی عشق رضا. آقا علکی میگه سوسیس. بله. املت. و سبزیجات خیلی سالم و اینا. خب مینا اومرم تمومه. نه تموم شد. تمومه. بچه ها یه چیز جالب بود، خیلی به نظر کامل میاد. آره کامل بود ولی قیمتش خیلی پایینه. قیمتی که من مثلا گفتن، تماس گرفتم گفتن، من پیده رضا میگم که آقا علکی میگن اشتباه میکنه. آره یه پول اضافه تر میگیرن، یا مثلا چون ما چند سال پیش اومدیم فکر کردم که مثلا الان خیلی محدود شده و اینا، ولی نه همون بعد کامله و خوبه. آقا ما بکشیم اشتهامون سر باز شد. بریم بریم. بچه ها هر یه مثلا چندین تا میز و صندلیاش یه رنگه. خب بعد هر رنگی هم مسئولش یه نفر هستش. اینجا هم پیانو واسه یه احتمالا موسیقی زنده، چون اینجا شام هم داره، بوفه شام هم داره. که ما اول پشتش بودیم. ببینید چقدر جا به جا شدیم که الان بوفه رسیدیم بهش، ولی به میز خودمون نرسیدیم، ولی به رضا رسیدیم حالا که همچنان در حال خوردنه. تازه کاسه دومه. آره آره با حلیب من 3-4 تا کاسه خوردم، یکی دو کاسه جرم. اینجا رو نگاه، همش که من نخوردم تو هم خوردی. علیکی که نگاه، همش رضا خورده. آقا آدم تو این فضا میشینه، اولا خب جوش خیلی باحاله، بعد هم ویو رو آخه ببین زیاد پیدا. آره تو دیروز هم کنم معنی نمیشه، ولی تصویری که داری میبینی و تغییری که میکنه، داری مثلا اولش یکم شهر میبینی، بعد بیشتر کوه میبینی، بعد الان میرسه بزرگراه رو میبینی و همینجوری داره میچرخه. آلودگی هم هست ولی باز تصویر معلومه. معلومه معلومه داره چی میبینیم و این خیلی جذابش میکنه. ولی بچه حواستون باشه به جاهایی که ثابته نگاه نکنید. نگاه میکنید خودتون سرگیجه میگیره، هم به همین چیزی که داره با تو میچرخه فکر کنید، با هم برید جلو. بچه ها ما صبحونه رو زدیم دیگه، اومدیم پایین. نظرت؟ قیمتش ارزون بود ولی نبوده یه سری چیزای خیلی اساسی حس میشد کاملا. آره نسبت به دفعه قبلی که اومده ما نزدیک 5 سال پیش اومده بودیم. آره ما رفتیم عکساش رو دیدیم توی اینستاگراممون گذاشته بودیم، دیدیم چقدر حجمش کم شده، یعنی تعداد آیتماش کم شده. ولی از نظر اینکه خب جایی خیلی خاصیه، حال و هوایی خیلی خوبی داره و نسبت به 170 تومن هم خوبه. من مثلا دو تا کاسه آره. حلیم میشه مثلا 60,000 تومن. آره مثلا 170 تومن بدی و اینقدر چیز بخوری خب خوبه. اون بالا میری، اون آسانسور خفنش و سرعتیشو بالا میری، کل شهر میره با تو، اینا جذابه. آره ویوی قشنگی داره. ولی سعی کنید اگه میایید حتما از همون 170 اینجا باشید. آره چون که تقریبا اکثر 90% چیزا رو شارژ نمی‌کنن اصلا. یعنی اولش نخوری دیگه دست رفته کوکو تموم شد دیگه نذاشت. میرزا قاسمی که خیلی خوشمزه بود تموم شد. بعدم چیز که چیز دیگه می‌خواد. آها ساعت 10:05 همه چی جمع کردن، یعنی
قرارگی تا ده و نیم. آره حتی گروپ معمولا مثلا میگن که آقا مثلا اگه تا ده و نیم هستش صبر کنم همه مشتری ها برن، یه وقتی تا 11 یا زانه من طول میکشه، ولی 10 و 5 دقیقه همه بوفر جمع کردم. عجله داشتن برای نهار. آره ولی در کل خوب بود به نظر من، میارد آدم یه دلتانه شده. آره چه محیطش خوبه، از این آبشاره خوشگل هم که رد شده. آره کاری با بچه ها نداری؟ نه. خدا حافظ.